عرض درود و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز. امروز در تاریخ 20 نوامبر 2022 در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از جلسات کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. در این جلسه در خدمت همکاران عزیزمون هستیم که به ترتیب اسامی و موضوع سخنرانیشون رو خدمتون اعلام میکنم. جناب آقای رضا حاتمی با بررسی هدف 12 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی، جناب آقای احسان احمدی خواه با موضوع زندگی کردن آرمان جوان ایرانی، جناب آقای مهدی افشارزاده با موضوع دانشگاه، دانشجو و دولت و همچنین جناب آقای سعید پورمند با موضوع نقش جوانان و دانشجویان در انقلاب جاری هست. در پایان بحث آزاد داریم با موضوع حق آزادی تجمع و حق خواهی. و در پایان هر بخش هم شنونده نظرات شما دوستان خواهیم بود. خب من از آقای حاتمی گرامی درخواست میکنم که با موضوع بررسی هدف 12 از سند 20 یونسکو سخنرانی خودشون رو آغاز کنن. جناب حاتمی، من در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم بابت تلاش و صبوری شما هموطنان در جهت آبادی میهن عزیزمون. در ابتدا با این مورد شروع میکنم که مطابق با دستور کار هدف 12 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 12 عبارتند از تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. اجرای چارچوب برنامه‌های 10 ساله مرتبط با الگوهای تولید و مصرف پایدار با مشارکت همه کشورها و رهبری کشورهای توسعه یافته و با در نظر گرفتن توانمندی‌ها و سطح پیشرفت کشورهای در حال توسعه. 2. دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده مؤثر از منابع طبیعی تا سال 2030. مورد 3. کاهش سرانه هدررفت مواد غذایی در سطوح خرده فروشی و کاهش میزان مصرف به نصف و نیز کاهش میزان از بین رفتن مواد غذایی در چرخه تولید و عرضه تا سال 2030. 4. تحقق مدیریت پایدار زیست محیطی مواد شیمیایی و کلیه مواد زاید در طول چرخه حیات این مواد و در چارچوب استانداردهای مورد توافق بین المللی و کاهش قابل ملاحظه آزادسازی این مواد در هوا، آب و خاک با هدف به حداقل رساندن آثار منفی آنها بر سلامت و محیط زیست انسانی تا سال 2030. مورد 5. کاهش قابل ملاحظه تولید مواد زائد از طریق پیشگیری، بازیافت و استفاده مجدد از آنها تا سال 2030. 6. ترویج شیوه های عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت ها و سیاست های ملی. و مورد 7. تضمین این که مردم تا سال 2030 در همه جا اطلاعات و آگاهی های مرتبط و لازم پیرامون توسعه و سبک های زندگی پایدار و هماهنگ با محیط زیست را در اختیار داشته باشند. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده. حق تمامی افراد بر بهره‌مندی از منابع طبیعی خود مهمترین حق بشری است که در ارتباط مستقیم با هدف 12 بوده و در ماده 1 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت بیان شده.
طبق این ماده کلیه ملل می توانند برای تحقق هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. حق بر سلامت نیز که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مورد تاکید قرار گرفته است، در ارتباط مستقیم با هدف 12 می باشد. علاوه بر این، حق بر تغذیه مناسب و آب آشامیدنی سالم نیز که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته است، از دیگر ملزومات تحقق هدف 12 می باشد. اکنون نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با هدف 12 بیاندازیم. در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در واقع در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه، کوه‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و غیره، در واقع در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مسائل عام نسبت به آنها عمل نماید. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های 81 و 82 و 83 برنامه دوم توسعه مصوب 1373 راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردید. علاوه بر این در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صریحاً اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آن میتوان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی در نظر گرفت. ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا 1 سال را در نظر گرفته است. عدم مدیریت بحران زباله در ایران از چالش‌های جدی تحقق هدف 12 می باشد. دفن غیر اصولی و غیر علمی زباله و پسماندهای شهری بحران آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال دارد و همچنین انتشار بیماری، ایجاد بوی بد و متعفن، چشمنداز زشت و نشست شیرابه آلودگی های شدید را در پی دارد. علاوه بر این، بیماری هایی چون کزاز، حسب انگل های روده‌ای و اسهال خونی از جمله بیماری هایی هستند که از طریق مواد زائد جامد یا همون پسماند انتقال می‌یابند. همچنین در بسیاری از کشورها از گاز خارج شده از فعالیت باکتری‌ها در محل دفن زباله با انجام لوله‌کشی و جذب گازها در تولید انرژی استفاده بهینه صورت می‌گیرد
که متاسفانه در ایران رعایت نمی شود. زباله‌گرد ها یکی دیگر از بحران های خطر برای سلامتی افراد جامعه هستند و در واقع داخل اونها بسیاری از کودکان 15 سال تا زیر 15 سال هم دیده می شوند که برخی از این کودکان 6 و 7 ساله اند بدون اینکه واکسینه شوند، بیمه شوند و یا حتی از دستکش استفاده کنند. مهم نیست سازمان ها چه نقشی در شفافیت این موضوع اجتماعی دارند، بلکه مهم این است که برای درمان کودکان کار چه کاری انجام می دهند. 85 تا 90 درصد کودکان کار برگه هویت ندارند. کدام بیمه سلامت اونها رو در واقع درمان می کنه؟ چرا سیستم نظارتی برای پیمانکاران وجود نداره و پیمانکاران چگونه باید برای تخلفی که انجام میدهند پاسخگو باشند؟ زباله این روزها پای ثابت دغدغه‌های مازندران است. در شهرهای ساحلی و شهرهایی با جمعیت بالای 200,000 نفر دفن زباله ممنوع است، اما در حال حاضر در استان مازندران همچنان زباله ها دفن می شوند، آن هم به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی. بر اساس آمار شهرداری و محیط زیست، هر فرد در تهران بیش از 900 گرم زباله تولید می کند که هزینه جمع آوری و دفن اصولی هر تن زباله 3500 تومان می شود. این در حالی است که از هر تن زباله حدود 400 متر مکعب گاز گلخانه‌ای متصاعد می شود و 400 تا 600 لیتر شیرابه آلوده در واقع خارج می شود که هر لیتر شیرابه می تونه در واقع 4000 لیتر آب زیرزمینی رو آلوده کنه و تأثیرات خطرناکی بر روی خاک باقی بذاره. از طرف دیگه این زباله ها می توانند عامل انتقال بیماری های زیادی که بسیار خطرناک است برای انسان بشوند. اما امروزه زباله را نه به نام آشغال بلکه به نام طلای کثیف می شناسند و علت این نامگذاری بدین سبب است که اگر بتوان با راهکارهای مناسب زباله ها را تفکیک کرد، دارای ارزش اقتصادی فراوانی خواهند بود و اگر به درستی مدیریت شود، هر چند به ظاهر ارتباطی با اقتصاد خانواده‌های ما نداره، ولی به این دلیل اهداف کلانی که در پی آن نهفته است، سود آن به خانواده‌ها نیز در واقع باز می‌گردد. در آخر به طور کل باید گفت استفاده از حمل و نقل پاک، مدیریت پسماندها، اصلاح الگوی تولید و مصرف، آموزش و آگاهسازی مردم و استفاده از تکنولوژی کارآمد از جمله راه‌های کاهش مصرف منابع زیستی است. من در اینجا بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم و خوشحال میشم که نظر دوستان رو هم در این باره بشنوم. با تشکر، من مایک رو رها میکنم. سپاس شما آقای حاتمی، ممنون از مطالبی که با ما به اشتراک گذاشتین. همکاران عزیز، اگر که در مورد سخنرانی جناب آقای حاتمی نظری دارن خوشحال میشیم بشنویم. در غیر صورت سخنرانی آقای احمدی خان رو میشنویم با موضوع زندگی کردن آرمان جوان ایرانی. جناب احمدی خان بفرمایید، خواهش میکنم. زمینگی بخیر. واقعیت این است که نیاز ما انسان ها برای زنده ماندن و زندگی کردن مانند سایر جانداران فقط در رفع نیازهای اولیه خلاصه نمیشود. یعنی این نیازها برای زندگی ما لازم هستند اما کافی نیستند. بنابراین همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که مفهوم زنده ماندن با زندگی کردن کاملا متفاوت است. به عبارت ساده تر، زندگی کردن واجد بار معنایی و ارزشی و بار تکاملی و کمالی است که این بارها در بحث زندگی کردن بودن به هیچ وجه مطرح نیست. غیرها زندگی کردن را در بردن پوشیدن و ارزای قرایز جنسی می دانند.
اما این مسائل را برای زندگی کردن درست موجود مثل انسان که از قدرت تفکر برخوردار از کافی نیست. به عبارتی زندگی حتی نزد کسانی که به زندگی خود پایان میدهند نیز ارزشی والا دارد و چنین نیست که تا پیش از این از ارزش زندگی غفلت میشده و حالا کشف شده. منتها اتفاقی که حالا رخ داده و تفاوت نسل جدید و اسلاف خود در این است که زندگی کردن را برای زندگی و اصطلاحا زندگی به معنای زندگی کردن را میخواهند و زندمانی را همان زندگانی نمیدانند. اگر در فضای مجازی سیر میکنند اما به تفاوت جدی و جدیدی در این است که زندگی را کشف کرده و مطالبه میکنند. خود زندگی را و از این منظر البته تازه و نوست. با در نظر گرفتن پیش نیازهای شکوفایی فردی و رسیدن به تمامی ابعاد زندگی فردی، شوربختانه نمیتوان زندگی کردن و کمال انسانی را تجربه کنند. نیازهای زیستی، امنیتی، اجتماعی و احترامی خود شکوفایی که خلق از این نیازها خود واسه به تحقق و دستیابی به نیاز قبلی است. برای تجربه زندگی که بسیار فراتر از زنده ماندن است، فرد نیاز به طی و دستیابی به همه نیازهای ذکر شده به صورت سلسله وار است. با بررسی ایران امروزی و سطح دسترسی به تحقق این نیازها برای جوان ایرانی میتوان ریشه های قیام و سطح وسیع اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا امینی را بهتر درک کرد و چه مورد نظرات شاه و همچنین دلایل جانفشانی و تحمل شکنجه های وحشیانه حکومت علی خامنه‌ای را روشن‌تر و واضح‌تر دید. جوانان و نوجوانانی که به وجود شاهد تلاش از خودگذشتگی والدین خود برای بقا و زنده ماندن که با انبوهی از آرزوهای شکست سرکوب شده همیشه همراه بوده، تجربه عینی و تلخی که تلخ‌خامگی که آثار وحشتناک آن بر روح و جسم جوانان امروز به خصوص نسل 80 بینه مشاهده می شود. از دید من قیام اخیر به مثابه قیام علیه فوبیای وحشتناک تکرار زنده ماندن والدین این افراد در تأخیر آرزوها و امیال به حق خود و والدینشان است. با همچنین از مراحل نیازهای طبیعی که سلسله وار باید تامین شود تا فرد بتواند به معنای واقعی درک کند را سلسله وار مرور می‌کند. اگر حکومتی به معنای واقعی میخواد مردمان زندگی واقعی را تجربه کنند، لاجرم باید شرایط تحقق این نیازها را تامین کند. چیزی که اندکی از درک آن در حکومت سید علی خامنه‌ای و یارانش را نمیتوانید. چه رسد به تامین و تحقق این نیازها توسط این نهاد غیرمردمی. یک، نیازهای فیزیولوژی، هوا، غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب. دو، نیازهای اجتماعی، امنیتی، حفاظت، امنیت، ثبات در کار و شغل و نداشتن ترس از عوامل اجتماعی محیط. سه، نیازهای اجتماعی، داشتن روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی، عضویت در گروه های خانوادگی، دوستان و کاری. پنج، نیازهای خودشکوفایی، تحقق توان بالقوه شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی. در دنیای کنونی عمده حکومت‌ها با شرایط مشابه ایران و با توجه به ایدئولوژی آنها و درآمد ملی خود عموماً دو نوع با ملل خود برخورد می‌کنند. یک، یا به مانند چین و کشورهای عربی تعهد به تأمین نیازهای مادی مردم را خود را سرلوحه قرار می‌دهند و در مقابل سعی در جهت‌دهی فکری و رفتاری متعارض با نیازهای ایدئولوژی حکومت خود و حس آزادی‌های فردی اجتماعی ملل تحت خود می‌نمایند. دو، کشورهای مانند هند یا بخش عمده جنوب شرقی آسیا که به علت جمعیت و فقر بخش عمده ملل آنها روشی دیگری را برگزیدند و آن هم دادن سهم حداکثری آزادی‌های فردی و اجتماعی و امکان نقد حکومت توسط مردم را فراهم کردند و در مقابل تعهدی به تامین نیازهای مادی مردمشان ندارند. افراد می توانند هر نوع گرایش دینی و یا سیاسی را بدون هیچ مشکلی داشته باشند، ولی کم با بررسی این کشورها فقر شدید و پایه‌ای و زندگی خیابانی بدون حداقل امکانات زندگی به وجود می‌توان دیده شود. با بررسی شرایط ایران و مقایسه آن با موارد ذکر شده، حکومت ایران آزادی فردی اجتماعی به مردم می‌دهد و نه تأمین مادی معیشتی مردم را وظیفه خود می‌داند. در نتیجه شرایط موجود در ایران و تجربه عینی جوانان و والدین نوها و آرمان زندگی کردن در بین جوانان ایران چیزی غیر از قیام اخیر را نمی‌توان تصور کرد. آرمان زندگی کردن در ایران نیاز به تامین حداقل‌های مادی به مانند خوراک، مسکن و شغل مناسب است که با توجه به شرایط حداقل حقوق، بیکاری و تورم افزایش گسیخته تامین مسکن
خوراک و شغل مناسب به صورت همزمان برای بخش بزرگی از جوانان جامعه امکان پذیر نمی‌باشد. در صورتی که فردی بتواند نیازهای خود را تأمین کند، در مرحله بعد باید بتواند نیاز تأمین امنیت خود را شامل امنیت شغلی نداشتن ترس از عوامل اجتماعی سیاسی و آزادی فردی را تضمین نماید. با در نظر گرفتن فقدان آزادی بیان، انتخاب‌های فردی مستقل و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی همه روزه در 40 سال اخیر، تأمین و تضمین امنیت اگر نگوییم برای همه محال باشد، تقریبا برای بخش عمری از افراد ناممکن است. در طی مراحل تجربه فردی زندگی کردن باید بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی روابط با دیگران افراد و گروه‌ها را تجربه کند. با رجوع به قوانین و عرفای اجتماعی و وجود تابوهای اجتماعی، بخش عمده ای از آزادی فردی افراد سرکوب و یا اجبارا دارای جهت‌گیری خاص می‌شود و شوربختانه باید ما آزادی روابط فردی را با متر و معیارهای خارج از ادراک و تصمیم‌های فردی تطبیق دهیم و باعث می‌شود نیازهای برقراری آزادانه افراد به نوعی ارضا نگردد. نیازهای احترامی ممانند موفقیت‌ها، مهارت، استقلال، موقعیت اجتماعی مورد احترام واقع شدن، داشتن شخصیت اجتماعی چهارم نیازی است که فرد باید در سلسله مراحل زندگی کردن تجربه کند و بتواند آن را تأمین کند، که تنها و تنها در حالت این نیازها در فرد اجتماعی شد که فرد اثر لازم در جامعه برای رقابت سالم و برابر و برای همه مردم افراد مستقل از باورهای فردی، سیاسی و قومی باشد. پیش‌نیازی که امکان تحقق آن در جامعه ایران با توجه به نوع چیدمان و هرم قدرت ناممکن است و افراد برای ترقی از حد خاصی از موقعیت اجتماعی و سیاسی لاجرم باید دارای چارچوب‌های خاص شخصیتی و فکری باشد، که این خود باعث عدم تأمین نیازهای احترامی برای شخص کلان، برای بخش کلانی از جامعه است که با استانداردها و معیارهای جامعه مورد نظر حکومت متفاوت است. در سلسله مراحل و تجربه زندگی و حداقلای آن، فرد باید بتواند نیازهای خودشکوفایی خود شامل تحقق توان بالقوه شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی را تجربه کند. تجربه که تنها برای عده‌ای بسیار قلیل در جهان داشته‌اند که همان افراد شاخص و رهبران فکری بشری هستند. حداقلای زندگی کردن که فرد با ارضای این نیازها در خود باعث تغییر و بهبود دنیای پیرامون خود و دیگران می‌شود. واقعیت جامعه امروزی و شرایط اقتصادی، سیاسی و آزادی‌های فردی برای عمره افراد تأمین نیازهای واقعی را ناممکن کرده و فرصت‌های نابرابری را برای عده قلیلی از افراد برای دسترسی به منابع و امکانات جامعه فراهم کرده، که باعث کرده افراد آگاهانه و حتی غیر آگاهانه تنها راه برون رفع از این شرایط و تحقق آرمان زندگی کردن را تغییر کلی شرایط نابرابر که همان تغییر رژیم سیاسی است بدان. زیر جوانان با مقایسه شرایط والدین خود و والدین افراد متحول مالی به این نتیجه رسیدن تنها راه رسیدن به ثروت و قدرت نه تنها تلاش و لیاقت‌های فردی است، بلکه ارتباط نامشروع با سیستم سیاسی فاسد و حکومت حاکم است. به همین دلیل تنها راه برقراری عدالت و خروج از این چرخه نابرابر و تحقق آرمان زندگی را نابودی رژیم خامنه‌ای و یارانش می‌بینم. با تشکر از وقتی که به من دادید. متشکرم. سپاس از شما جناب آقای احمدی خواه. خب دوستان، در مورد موضوع سخنرانی جناب آقای احمدی خواه اگر نظری دارید که صحبت کنیم. بریم سراغ سخنران بعدی، آقای مهدی افشارزاده با موضوع دانشگاه، دانشجو و دولت. جناب افشارزاده، ما در اختیار شما بفرمایید. خواهش. سلام خدمت. سلام خدمت همگی. تک بودی بودن و درس خواندن از جمله مواردی بود که دانشجویان زیادی رو فراری دادم. فراری نه اینکه از دانشگاه خارج بشن، از اینکه ناامید بشن. از دلایل عمده دانشگاه اومدن
مهیا بودن شرایط و محیطیه برای انجام فعالیت‌های فوق برنامه و عضویت در حالا مجموعه‌ها مثل کانون‌های فرهنگی، هنری، انجمن‌های سیاسی در دانشگاه. و اینا اعتقاد دارن که انجام این فعالیت‌های جانبی قدرت تحلیل و درک دانشجویان رو برای شناخت مسائل پیرامون خودشون در جامعه بالا می‌بره. دانشجوها میخوان برن دانشگاه، حالا در یک دانشگاه بزرگ و جامع که پایتخت باشه، پایگاه باشه، یه که اون رتبه و اون شخصیت اجتماعی خودشون رو بالاتر ببرن و حالا به لفظ خودمون اعتبار کسب کنن. با تمام این نارضایتی هایی که حالا وجود داره دانشگاه، مثل نارضایتی از خوابگاه ها، معنی ذهنی مثبتی که از اون در تصور دانشجو وجود داره اینه که زندگی در خوابگاه میتونه سبب بالا رفتن مهارت‌های در فرد بشه، مثل استقلال فردی، یادگیری مدیریت مالی، تقویت تعاملات اجتماعی، شناخت بیشتری از خودشون و سازگاری با محیط. تعداد کمی از دانشجویان معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده رو تو ذهنشون داشتن. یعنی این تصور و این ذهنیت دانشجویان نسبت به دانشگاه از جمله موضوعاتیه که همیشه در حوزه آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته. اون چیزی که مورد توجه قرار نگرفته اینه که دانشجویان با رفتارها و برنامه‌های مدیریتی مسئولان به سمت ناامیدی میرن. این ناامیدی تبدیل به عصبانیت میشه و این عصبانیت تبدیل به خشم میشه. هر دانشجو با مجموعی از تفاوت‌های شخصی، خانوادگی، محیطی یا تجربه‌های اجتماعی متفاوتی به دانشگاه وارد میشه. آرزوهای بسیار زیادی دارن. حالا هر دانشجو آرزوی متفاوتی داره. و افراد خوششانسی که دسترسی و پذیرش در نظام آموزش عالی رو حالا قسمت خودشون میدونن، یه سرمایه گذاری شخصی با منافع مادام العمر انجام میدن. اما اینکه دانشجو قبل از این مرحله و پیش از ورود به دانشگاه چه تصوراتی داره، چه ذهنیتی داره، این اون محیط آموزشیه که الان اهمیت پیدا میکنه. یه نظریه هست و یه سری پرسش در خصوص اینکه دانشجویان کدام یک از عملکردها رو از دانشگاه انتظار داشتن و نقش پررنگتری در انتخاب اینکه اصلا بیان دانشگاه وجود داره. این انتظارها میتونه بخش های مختلف دانشگاه، حالا از سخت افزار، نرم افزار رو شامل بشه، یا انتظاراتی که دانشجو از استادش، همکلاسیش، فضای فیزیکی آموزشی دانشگاه داره و این باعث میشه که اون طرز تفکرش شکل بگیره و کامل تر میشه. در یه محیط رقابتی که سازمان ها برای جلب رضایت دانشجو تلاش میکنن، یه سری خدمات ارائه میشه که این خدمات یک عنصر کلیدیه در موفقیت و برتری سازمان ها. بنابراین این منابع علمی، حالا توی دانشگاه چه چیزی داریم، آن کتابخونه رو داریم، فناوری هایی که استفاده میشه، اینا نقش بسزایی دارن در تکمیل فرایند ساخت یک دانشجو. اینکه اون فرد یک فرد مفید باشه برای جامعه. از این رو مسئله سیستم های کامپیوتری، حالا تکنولوژی اطلاعات، از این مواردیه که دانشگاه بعد اون رو به وجود بیاره. خب خیلی از دانشگاه ما اینا رو دارن. این قسمت سخت افزاری یا نرم افزاری رو به وجود آوردن. ولی هنوز دانشجوها ناراحت. و اینو ما کی میتونیم متوجه بشیم؟ در همین اعتراضات اخیر. دانشجوها از انفعال و بیتفاوتی به محیط پیرامون خودشون بیزارن. همواره از دانشجو انتظار میره که فعال باشه، پویا باشه، حساس باشه به اطراف خودش. و این اطراف خودش فقط این دیوار یا زمان ما دانشگاه فنس داشت یا اون فنس اطراف دانشگاه نیست.
خارج از دانشگاه هم شامل میشه که به اون موارد هم دانشجو حساسه. و به همین خاطره که افراد جامعه اگه از قشر دانشجو باشن، یکی از اون معانی ذهنی فردشون اینه که این فرد باید با یک فرد عادی خیلی فرق کنه. و این و افرادی که خارج از دانشگاه هستن و شانس ورود به دانشگاه ندارن، محیط دانشگاه رو بهترین محیطی میدونن که میتونه اون پویایی اون فرد رو به وجود بیاره. و این پویایی حالا تو زمینه‌های مختلفیه. تعداد کمی از این دانشجویان معنای کسب مهارت در دانشگاه را برای اشتغال در آیندهشون تو ذهنشون دارن. یعنی خیلی از دانشجویان اینو تو ذهنشون دارن: من وارد دانشگاه میشم، یک چیز رو یاد میگیرم، آموزش خاصی رو میبینم، و بعد که از دانشگاه خارج میشم دولت موظفه برای من کار و شرایط مناسبی رو فراهم کنه. این انتظار، این تازه حداقل یک انتظاره. و این نکته قابل توجه اینه که تعداد کمی از دانشجویان معنای کسب مهارت در دانشگاه رو برای اشتغال در آینده خودشون در ذهن دارن، در حالی که حالا در سایر دنیا، حالا کشورهای دیگه، دانشجویان خارجی، این یک مورد کاملا عادیه که یه فرد از دانشگاه خارج میشه میتونه با یک شغل مناسب در راستای کار خودش، در راستای آموزشی که دیده، میتونه اونو به وجود بیاره، در اساسش باشه. پس میتونیم اینجا نتیجه گیری کنیم که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه انتظار کسب مهارت‌هایی رو دارن که در آینده به اشتغالشون کمک کنه. ولی وقتی ما جامعه آماری رو نگاه میکنیم، تعداد دانشجوهایی که با تحصیلات بالا، لیسانس، فوق لیسانس، کارهای دیگه رو انجام میدن، مثلا بالاترین درصدشون راننده اسنپ هستن، در واقع این فضای ناامیدی در میون اونها نشون داده میشه. خب این فضای ناامیدی برای اون کسایی که لیسانس گرفتن، حالا تحصیلات دانشگاهی دارن و اومدن بیرون و کار دارن انجام میدن، کاری رو انجام میدن که نه تخصص در تخصصشون بوده، نه چند سال وقت گذاشتن آموزش ببینن. حالا این توجه کی رو جلب میکنه این اتفاق؟ توجه اون کسایی که الان دارن درس میخونن. الان دارن درس میخونن، یعنی الان تو دانشگاه هستن. و وقتی این دانشجویی که الان هستن، ما در دانشگاه کانون‌های سیاسی، فرهنگی و هنری داریم، اون دانشجویا این موارد رو ضعف مدیریت، حکومت و دولت میدونن و این نارضایتشون چجوری نشون میدن؟ همراهی با مردم در همین اعتراضات. دانشجویان رسماً بی‌اعتمادن به سیاست و احساس ناتوانی دارن از اینکه بتونن تأثیرگذار باشن بر این سیاست. چرا؟ چون فقط کسانی وارد این چرخه مدیریت و سیاست در این حکومت میشن که خودشون انتخاب شده باشن. یعنی کسی بر اساس لیاقت و توانایش نیست که انتخاب میشه، بر اساس اینه که خودش در اون سیستم از قبل بوده. و این باعث عصبانیت دانشجویان میشه و نتیجهش میشه برخورد ضربتی حکومت، مثل چیزی که در دانشگاه شریف اتفاق افتاد. دانشگاه شریف یه نشست داشت با دو مقام ارشد امنیتی، حالا 23 تا هم از اعضای دانشگاه حضور داشتن، اومدن این اتفاقات و شرح جزئیات اون حمله به دانشگاه شریف رو بررسی کردن و تنها نتیجه که گرفتن منجر به قبول کوتاهی و یک عذرخواهی ساده شد. و جالب اینه که از فرداش رئیس دانشگاه شریف در طول دو هفته به جایی که بیاد با دانشجویان، با مسئولان و با اون کسی که حالا لیدر بودن و صحبت میکردن جلسه برگزار بکنه، فقط با شماری از مقامات جمهوری اسلامی مثل ابراهیم رئیسی و دیگران دیدار کرد. و این نشون میده که اصلا براش اهمیت نداره که دانشجویان چه اعتراضی دارن. خودش رو وابسته و چجوری بگم غلامه
نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها یک شنبه 10 مهر به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه سنت شریف به دانشگاه حمله کرد. حالا نیروهای امنیتی که تنها نبودن، حالا نیروهای داریم موسوم به لباس شخصی ها که با محاصره و حمله به دانشگاه شریف ضمن تیراندازی شمار نامعلومی از دانشجویان رو زخمی کردن، خیلی ها رو بازداشت کردن و اینکه این بازداشت، این افرادی که بازداشت شدن به مکان نامعلومی برده شدن. انجمن اسلامی دانشگاه سنت شریف یه بیانیه داد و اشاره کرد به این نیروها که سرکوب کردن، بازداشت کردن و نیروهای لباس شخصی در طبقه اول و دوم پارکینگ با باتوم و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بودند. خب مگه میشه اینا وارد دانشگاه بشن و مسئول و رئیس دانشگاه خبردار نباشه؟ و با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه از فاصله نزدیک و مخصوصا به سمت دختران آنها را از حرکت باز می‌دارند و دانشجویان رو کتک زدند. ببینید در این جریان اعتراضات مردمی که به کشته شدن مهسا امینی حالا و با شروع سال تحصیلی جدید بود، دانشجوی سنت شریف همراهی کردن، یکی از اولین دانشگاه‌های بودن که همراهی کردن با اعتراضات مردمی و اعلام اعتصاب کردن و این اعتصابات منجر به این اعتصاب تبدیل شد به اعتراض و این اعتراض به 110 تا دانشگاه و مرکز آموزشی هم رسید و دانشجویان علیه حکومت شعار دادن و زنان و دختران دانشجو با برداشتن روسریشون به حکومت اسلامی اعتراض کردن. حالا جالب این که روز قبلش، دقیقا روز قبل از این که بخوان حمله کنن، اومده بودن برای شناسایی معترضان دوربین های بسیار زیادی و آنتن های مخابراتی در سردر اصلی دانشگاه قرار دادن. حالا جالب این که طبق قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه و مراکز آموزش، ورود نیروهای مسلح برای انجام ماموریت‌های امنیتی و دستگیری در ایران ممنوعه، تو قانونه ممنوعه، ولی نه این اتفاق افتاد و اینا این کار رو انجام دادن. شورای دانشگاه سنت شریف در بیانیه‌ای که در وبگاه رسمی این دانشگاه منتشر شده بود، ضرب و شتم و اعمال خشونت را علیه دانشجویان و استادان و حالا اون لباس شخصی ها محکوم کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان شد. این اتفاقی بود که افتاده، اتفاقی بود که این شورا اعلام کرده بود. ولی روایت حکومت ایران چی بود؟ علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم مدعی شد در اعتراضات شعارهای رادیکال داده شده و هیچ نیروی انتظامی وارد دانشگاه نشده و همچنین اعلام کرد غالب دستگیری ها خارج از دانشگاه بوده، در حالی که ویدیوها و کلیپ ها کاملا واضح و نمایانه. یعنی دیگه این دولت و حکومت به اون مرحله رسیده که دیگه نگران نیست، استرسی نداره از اینکه دروغ بگه. با حجم بی اندازه سانسور، فیلترینگ نرم افزارها، ولی هنوز فیلم ها و عکس هاش موجوده که اینا وارد دانشگاه شده، اینا در پارکینگ هن و دارن شلیک میکنن، ولی حکومت ایران به راحتی میگه همچین چیزی اتفاق نیفتاده. این اتفاقات که در ایران افتاد یه سری واکنش‌های بین‌المللی هم داشت که محکم‌ترینش آنالنا وزیر خارجه آلمان بود که سرکوب دانشجویان در دانشگاه شریف رو نشانه ترس جمهوری اسلامی از آموزش و آزادی خوند و خواهان تحریم ایران شد. ولی مسئولان حکومتی مثل ابراهیم رئیسی دوباره یه نشست گذاشت با حضور وزیر علوم و جمعی از مسئول دانشگاه سنت شریف و اومد به بررسی ابعاد حوادث پرداخت. خب هر وقت اتفاقی در ایران میفته، وقتی اعتراضی میشه مخالف حکومت، اون کسی که اعتراض میکنن یا
به گفته حکومت یا دست نشانده غرب هستن یا اسرائیلی هستن، تروریست هستن و اونا رو وابسته میدونه به کشورهای دیگه. یعنی اصلا متوجه نیست یا چجوری بگم، خیلی سخته یا کسی یا حکومتی یا دولتی خودش رو انقدر به نفهمی بزنه. یعنی اصلا یه مورد بسیار استثنائیه که این همه مشکلات و فقر و بیکاری و اینا رو نبینی و وقتی مردم اعتراض بکنن سریعا یه جمله تکراری، اینا وابسته به غرب، اینا ایرانی نیستن، ایرانی ها شریف هستن، همچی کاری رو انجام نمیدن. ولی ما در کنار این که مسئولین حکومتی اومدن و خودشون در کنار حکومت قرار دادن، ما چهرهای هنری و ورزشی داشتیم که در کنار مردم موندن. کسانی مانند علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی، فرشید اسماعیلی، عمر سیدی که این حمله رو رسما محکوم کردن. این افراد کنار مردم موندن، خیلی تبعات هم براشون داشت. تبعاتش مثل این که سه روز پیش علی کریمی از امارات حکم دیپورتیشو گرفت، رسما مجبور شد مهاجرت کنه کشور بعد، و اینکه در کنار مردم تاوانی داره و اونا این تاوان رو قبول کردن. یعنی وقتی مصاحبه علی کریمی رو با مکس امینی گوش می‌کردیم، اصلا واقعا درد تو صدای علی کریمی اصلا موج می‌زد، ولی اینا قبول کردن که در کنار مردم بمونن و مردم رو تنها نذارن. واقعیت اینه که برای اینکه یک کشور پویا بشه و پیشرفت کنه، ما یک کشور نیاز به کارگران بسیار داره. در کنار اون نیاز به مهندسین، معلمین و در همه شغل‌ها نیاز به افرادی داره که متعهد باشن و این تعهد از اونجای شکل میگیره که این افراد در قبال اون کاری که انجام میدن مزد مناسب هم دریافت کنه. ولی وقتی ما به دانشجویان، حکومت ایران به دانشجویاش اهمیت نمیده، این قش از جامعه سرخورده میشه و این سرخورده شدن نسل رو وجود میاره که نه علاقه به درس دیگه داره، نه علاقه اصلا به ورود به دانشگاه داره. وقتی ما تعداد دانشگاهیامون کم باشه، تعدادشون کم باشه، مطمئنن اقتصاد کشور از همه نظر آسیب پذیره. به امید روزی که دانشجویان همچون گذشته با عشق و علاقه به دانشگاه برن و در امنیت خواستای خودشون رو بیان کنن. سپاس از همگی. سپاس از شما جناب آقای افشارزاده، ممنون بابت سخنرانی خوب و کاملتون. البته موضوعاتی که شما صحبت کردین و حالا من فکر کنم در ادامه صحبت‌های آقای پورمند هم در مجموع میتونیم یک بحث آزاده به قول معروف وسیع‌تری داشته باشیم که به این موارد بپردازیم. اگر دوستان الان اظهار نظری دارن میشنویم شما رو که و در غیر این صورت سخنران بعدیمون رو. خب بسیار عالی، جناب پورمند در خدمت شما هستیم. ببخشید من فراخوانم رفت. اصفایی میکنم دوستان، متاسفانه باز نمیشه. جناب پورمند در خدمت شما هستیم، بفرمایید موضوع سخنرانیتون هم اعلام کنید، شما ممنونتون میشم. خواهش میکنم خانم بیرجندی. درود خدمت همه همکاران عزیز. موضوعی که من انتخاب کردم امروز در موردش صحبت کنم، نقش جوانان و دانشجویان در انقلاب جاری هستش. خب در ابتدا میخوام تعریفی داشته باشم از جوان و توسعه و پیشرفت. تعریف از جوان اینه که دو تا تعریف وجود داره. تعریف اول اینه که جوان شخصیتی است دارای سن خاص، حال روحی و روانی و نیازهای مخصوص. تعریف دوم از جوان این است که به خاطر تحصیلات و سواد آشناییش با اندیشه های جدید دارای فکر نو و سوالات تازه است و حاضر نیست مانند جوانان نسل گذشته بدون دلیل عقلی و منطقی همه چیز را بپذیرد.
یه تعریف مختصری هم راجع به پیشرفت و توسعه میگم که توسعه و پیشرفت در لغت به معنی رشد تدریجی در جهت پیشرفت تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگتر شدن است. نقش جوانان در ارتقای جامعه. سرمایه اجتماعی به صورت کلی از مجموعه‌ای از هنجارها و کارکردها برای رسیدن به هدف مشترک است و معمولاً جوامع توسعه یافته از سرمایه اجتماعی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار هستند. در حقیقت هرچه در جامعه سرمایه اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آن جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عملکرد بهتری می‌تواند داشته باشد. به شکلی میتوان گفت افراد این جامعه بهتر میتوانند به اهداف و منافع مشترک خود برسند و راه توسعه را راحت‌تر میتوانند طی کنند. در بحث افزایش سرمایه اجتماعی گروه‌های زیادی تاثیرگذارند. گروه‌ها و قشرهای مختلفی که در سطح جامعه نقش‌آفرین هستند، قشرهایی همچون جوانان، نخبگان، ورزشکاران، سازمان‌های مردم نهاد، دانشجویان، اساتید دانشگاه، هنرمندان، احزاب و همه این گروه ها هر کدام به اندازه خاصی در بحث ارتقای سرمایه های اجتماعی نقش دارند. اما در این میان نقش جامعه جوان از اهمیت بسیار زیادی نسبت به دیگر گروه ها بیشتر است که شاید علت آن نقش جوانان در معادلات و هنجارهای اجتماعی است. و از طرفی با توجه به اینکه بین 30-40% جمعیت هر جامعه ای را جوانان تشکیل می دهند، معمولا جوانان نقش مهمتر و تاثیرگذارتری در سرمایه های اجتماعی آن جامعه دارند. جوانان به طور مستقیم با مقوله های مهمی چون انتخابات، فعالیت های فرهنگی، مشارکت های اجتماعی و سیاسی و حتی بحث ازدواج اشتغال در ارتباط هستند و هر کدام از آنها می توان در میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه تاثیرگذار باشد. جوانان ایرانی در هر صحنه ای از جمله پیشرفت‌های علمی و میادین ورزشی همیشه پشت درخشیدند و همین نشانه این است که جوانان به خوبی می‌توانند در جامعه نقش آفرین باشند و به ارتقای سرمایه‌های اجتماعی جامعه کمک کنند. جوانان هر جامعه از نشاط اجتماعی و انگیزه بالایی برای فعالیت برخوردار هستند و چه خوب است که این فرصت در جهت ارتقای سرمایه‌های اجتماعی استفاده گردد تا گام اساسی در جهت توسعه کشور برداشته شود. امروز بعد از گذشت بیش از 4 دهه به نظر می رسد همه مدیران در هر جایگاهی که هستند باید بدانند ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از ظرفیت جوانان یک نیاز اساسی است و باید حل مشکلات جوانان در اولویت قرار گیرد و جوانان در فعالیت‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار دهند. همانطور که مشخص است قشر دانشجویان ترکیبی از اقشار نخبه جوان نخبه و جوان می باشد که در طی گذشت بیش از 60 روز از خیزش که به درستی آن را انقلاب می توان نامید هر روز در صحنه حضور داشتند. این نشانگر مطالبه‌گری و آگاهی قشر جوان و دانشجوست. الان می پردازیم به نقش دانشجویان در انقلاب جاری که توی ایران هست. این روزها همانطور که شاهد هستیم اتفاقات بسیار وحشتناکی در این حال اتفاقات پر از امیدی در کشورمون در حال رخ دادن است. اتفاقات وحشتناک از این رو که شاهد کشتار کودکان خردسال و خیلی کم سن سال هستیم. ما شاهد بسیاری از موضوعاتی بودیم که تو اعتراضات گذشته شاهدش نبودیم. تمام بخش‌های جامعه، بخش‌هایی که قبلا هم برنخواسته بودن، این دفعه همراهی خودشون رو نشون دادن و در حمایت از حقوق بشر در ایران، تحقق شعار زن زندگی آزادی بعد از این همه سال تحمل، سکوت خودشان را شکستن. اعتراضات دانشجویی یکی از پررنگ‌ترین و تأثیرمندترین اعتراضات در سرتاسر ایران است و خیزش سراسری در شهرهای مختلف ایران با تداوم اعتراض‌ها در دانشگاه همراه شده است. استقامتی که دانشجویان از خود نشان دادن بدین معناست که هیچ سرکوب و زوری نمیتواند این جوانان امروز را که سرشار از عشق و زندگی و شجاعت هستند سرکوب کنند و در نهایت حتی اگر صدای آنها را برای چند روز ساکت کنند نمیتواند روند مطالبه‌گری و دادخواهی آنها را متوقف کند.
دانشگاه همیشه به عنوان یک نهاد مدنی برای مقاومت در مقابل سیاست‌های دولتی بوده است و همیشه بوده و همیشه دانشجویان بودند که یکی از قربانیان اصلی در هر انقلابی بودند. این پویایی و بیداری سیاسی نشان می‌دهد که دانشجویان با وجود هر سرکوبی از پا نمی‌شینند و پا پس نمی‌کشند. طی این چند سال در اعتراضات و خیزش‌های مختلف مردمی دیدیم که دانشجویان همیشه از اولین روزها در صحنه بودند. اما این بار به طور واضح مشاهده می‌کنیم که این خیزش دانشجویی و مردمی متفاوت‌تر از خیزش‌های دیگر است. خلاقیت‌هایی که دانشجویان در مقابل این خیزش داشتند و پافشاری و اتحادی که بینشون شکل گرفته است، این تفاوت را نشان می‌دهد. به طور مثال فاجعه دانشگاه شریف که مردم به صورت خودجوش اطراف دانشگاه رو اومدن شروع کردن و دانشجوها رو از محاصره تا صبحی طول کشید. خب خیلی ها کشته شدن، خیلی ها هم زخمی شدن، ولی باز مردم تنها نگذاشتن دانشجوها رو. این نشون میده که دقیقا دانشجوها و مردم یه هدف خاصی رو دنبال میکنن و هدفشون به هم گره خورد. دانشجوها را میتوانی که از گروه‌هایی دانست که به دلیل آشنایی و درک بیشتر از جریانات سیاسی و اجتماعی حضور آنها در تمامی صحنه‌های انقلاب 1401 کاملا ملموس، محسوس و پررنگ کنند. این حضور از سالها پیش از انقلاب 1401 با شکل‌گیری جنبش دانشجویی آغاز گردید. در اغلب کشورهایی که حکومت‌های دیکتاتوری حاکمند و مردم از آزادی بیان اندیشه و تشکل‌های مستقل و مبارزه مدنی محرومند، جنبش دانشجویی پرچم‌دار مبارزه با استبداد را عهده‌دار هستند. در ایران نیز جنبش دانشجویی اغلب پرچم اعتراض‌های سیاسی را در اوج خفقان افراشته کرده و همواره به عنوان بخشی پرقدرت و پویا دست به اعتصاب و اعتراض زده است. به طور مثال دیروز همزمان با ادامه اعتراضات سراسری ایران، دانشجویان دانشگاه‌ها در چندین شهر در گوشه و کنار کشور روز شنبه 28 آبان با حضور در محل تحصیل خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. طبق فیلم‌هایی که از اعتراضات دیروز منتشر شد، دیدیم که تجمع اعتراضی در دانشگاه‌های بهشتی، خوارزمی، کردستان، گیلان، علم صنعت، تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و شیراز و الزهرا برگزار شده است. در این تجمع‌ها دانشجویان با سردادن شعارهای ضد حکومتی، تحسن و خودداری از حضور در کلاس درس، اعتراضات خود را که از سال تحصیلی آغاز کردند ادامه دادند. در روزهای گذشته هم دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با انتشار فراخوان‌های خواهان همراهی تمامی دانشجویان و استادان به اعتراضات دانشجویی بودند. مهمترین خواسته این دانشجویان آزادی فوری دانشجویان بازداشت شده و توقف فشار بر دانشجویان مانند اخراج، ستاره دار کردن دانشجوها، تعلیق و تفتیش، همچنین خروج نیروهای امنیتی از دانشگاه است. اما در این حال با سردادن شعار و شعارنویسی در فضاهای دانشگاه موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی را مطرح و مقامات حکومت را هدف قرار می‌دهند. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران اعلام کردند در اعتراض به وضعیت امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها سر کلاس درس از جمله کلاس‌های مجازی نیز شرکت نمی‌کنند و همچنین خواستار آزادی همکلاسی‌های بازداشتی خود در تجمعات اخیر شدند. بر اساس بیانیه‌های دانشجویی، دانشجویان دانشگاه‌های علم و فرهنگ، خوارزمی، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین، علوم توانبخشی در تهران و همچنین دانشگاه‌های چمران، اهواز و خیلی از دانشگاه‌های دیگر اعلام کردند که اعتراض داشتند به دانشجوهایی که بازداشت شدند و همچنین اعتصاب کردند از سر کلاس رفتنشون. بر اساس این ایستادگی دانشجویان، بسیاری از آنها ورود به دانشگاه منع شدند، جدا از اینکه بسیاری کشته و بازداشت شدند. خیلی از آنها نیز پس از سالها تلاش و درس خواندن از دانشگاه اخراج شدند. اما این بار دانشجویان تنها نیستند. تمام اقشار جامعه، اهم از معلم و کارگر و پزشک و وکیل، پا به پای این جوانان شعار میدن و از خون تک تک آنها نمیگذارند. چه دانشجویانی که در جنایت این نظام در طول این سالها کشته شدند، چه دانشجویان امروز. این خشم امروز و دیروز نیست.
خشمی است که 40 و چند سال پشت صدای جوانان پنهان شده بود. تا الان بیش از صدها نفر از جوانان کشور ما کشته شدند که هر بار با کشته شدن این جوانان دانشجویان ما قوی‌تر به میدان آمدند و خواسته های خود را بازگو و مطالبه کردند. این خیزش دانشجویی که می‌بینیم در این 60 و چند روز قطع نشده. قطعاً پایه‌های این نظام را به لرزه در می‌آورد و آینده این کشور در دست این جوانان است. اگر قرار باشد تغییری اتفاق بیفتد، پرچمدار این انقلاب دانشجویان هستند. صحبت در این باره بسیار وسیع و نکات زیادی رو میشه پیدا کرد که من اینجا فقط یه سری نکات خلاصه رو برای شما پیدا کردم. در آخر هم میخوام چند تا نمونه از اعتراضات اخیری که داشتن رو براتون بگم که شما هم در جریان باشید. از آغاز اعتراضات دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان پرسون کردن و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز شعار دادن. در همین حال دانشگاه رازی کرمانشاه در اطلاعی وعده داد که دانشجویان بازداشت شده در این دانشگاه امروز یک شنبه 29 آبان آزاد می شوند. ولی صحت این خبر نمیدونم که آزاد شدن یا نشدن هنوز. ولی خب این خبر رو داده بودن. امروز هم دانشجویان دانشگاه ساری تجمعی در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان داشتن. همچنین دانشگاه تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی با شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه ادبیات دانشگاه علامه در اعتراض به انتقال ملیکا قرگزلو دانشجوی این دانشگاه هم تجمع کردند. و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دانشکده فیزیک و مهندسی دانشگاه امیرکبیر و خیلی از دانشگاه‌های دیگه در بیانیه از ادامه اعتصاب و خودداری از حضور در کلاس خبر دادند. همزمان با ادامه تجمعات در دانشگاه‌ها قاسم عموآبدینی معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد که دانشگاه‌ها به دلیل بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 14 تعطیل می‌شوند. اعتراض دانشجویان که یک روز پس از خاکسپاری مهسا امینی آغاز شد، پس از گذشت حدود 2 ماه همچنان در دانشگاه‌های مختلف هر روز محکم‌تر از قبل ادامه دارد. در این مدت صفحه دانشجو بازداشت و صدها دانشجوی دیگر تعلیق و ممنوع الخروج شدند. نیروهای امنیتی در حال تراش‌های آخر هستند که صدای این جوانان را خاموش کنند، اما این جوانانی که می‌بینیم با هر کشته و بازداشت از سوی حکومت شجاع‌تر و دلاورانه‌تر در میدان حاضر می‌شوند. به امیدی که روزی شاهد پیروزی انقلابمون باشیم. ممنون که من همراهی کردید. من سخنانم همینجا به پایان می‌رسونم. ممنونم جناب آقای پورمند، صحبت سخنرانی خوب و کامل شما. همونطور که شما توی گزارشاتتون گفتین، در واقع اگه به یه نکته هم بخوایم اشاره کنیم، به نحوه اعتراضات دانشجویان هست. با توجه به اینکه بسیار اصرار شده برای اینکه توی محیط دانشگاه در محیط بسته اعتراض نکنن، تجمع نکنن، چون به هر حال فضای اونجا بسته است و اینکه نیروهای سرکوبگر هم که به راحتی وارد دانشگاه شدن و میتونن سرکوب و دستگیر کنن بچه ها رو، ولی همچنان پافشاری دارن روی روش خودشون، یعنی اون جوری که خودشون دوست دارن دارن اعتراضاتشون رو پیش میگیرن. دوستان عزیز، اگر که در مورد سخنرانی آقای پورمند نقطه نظری دارید، خوشحال میشم بشنویم و در غیر این صورت به بحث آزادمون برسیم. خب من بحث آزاد و اول با نام خدای رنگین کمان شروع میکنم و اینکه اول جلسه فراموش کردم که تسلیت بگم به همکار عزیزمون خانم مباشری فر برای کشته شدن پسر عمه ایشون، اگر اشتباه نکنم، از کشته شدگان راه آزادی آقای حسین شیرازی پور. برایشون و خانوادهشون آرامش و صبر طلب میکنم. موضوع بحث آزاد امروز ما در مورد حق آزادی تجمع و حق خواهی هست با شعار زن زندگی آزادی. من در ابتدا یه گزارشی میدم خدمت شما عزیزان
که در واقع آمار رو که بخوام بدم تا از 26 شهریور تا 28 آبان روز گذشته 58 کودک نوجوان که زیر 18 سال هستن جان باختن، 54 نیروی امنیتی کشته شدن، 17251 نفر تخمین زده شده از بازداشت شدگان که مطمئنیم که خیلی بیشتر از اینه، اما به هر حال حالا اون آماری که به صورت رسمی هست رو خدمتتون میگیم که از این آمار 2906 نفر هویتشون شناسایی شده. 536 نفر دانشجوی بازداشتی داشتیم، 1047 تجمع شهری و دانشگاهی صورت گرفته، 155 شهر معترض بوده و 142 دانشگاه معترض. اما از معترضین جانباخته متاسفانه به تعداد 410 نفر رسیدیم که آرزو دارم که هرچه زودتر این انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه و آمار این کشته شدگان در واقع به صفر برسه. اما نکته دیگه که میخواستم بگم خدمتون، در تاریخ 26 آبان حکم اعدام 5 تن از معترضین بازداشت شده که به حکم فساد فی‌الارض و محاربه در واقع متهم شدن صادر شده، اما اسم مشخصات هیچ کدومشون رو تا الان اشاره نکردن و در واقع این دادگاه هم به ریاست قاضی صلواتی انجام شده. حالا در واقع دو تنشون رو که محمد بروغنی اگه اشتباه نکنم و محمد قبادلو هست، یک نفرم که میدونیم که خواننده رپ هست که اون هم براش چند وقت پیش این حکم اعدام رو صادر کردن، اما بقیه رو خیر و حتی تو گزارشاتی که نوشته شده با دلایلی که بابت اتهامات اینا گفته شده، مثلا آسیب زدن به اموال عمومی بوده، یک نفر من میدونم بابت بستن اتوبان بوده یا مجروح کردن ماموران بوده که اینا به محاربه در واقع متهم شدن، ایجاد رعب و وحشت و یا جلوگیری از تردد وسایل نقلیه. که خب در واقع در اعتراضات من فکر میکنم که به هر حال چنین اتفاقاتی از جمله خیابون بستن یا جلوگیری از تردد یا آتش زدن لاستیک که همه میدونن که آتش زدن لاستیک یا سطل آشغال ها در خیابان ها فقط به خاطر خونسا کردن اون دود گاز اشکاوری هستش که نیروهای سرکوبگر میزنن. اما یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که علی خامنه ای توی سخنرانی که دیروز داشت در واکنش که به این تداوم این انقلاب جوانان ما اعلام کرد که در واقع خسته نمیشن از افزایش قتل کودکان، کاری که دارن، جنایتی که دارن انجام میدن، و اینکه اختشاشگران طبق معمول خوند و گفت که بساط اختشاشات و شرارت جمع خواهد شد و در واقع باز هم مثل صحبت‌های گذشته باز هم این مردم معترض کشور رو ناچیز خواند و در واقع اهمیتی نداد و طبق معمول تمام این انسان‌ها رو به دولت‌های غربی، اسرائیلی و داعش یا حالا هر چیز دیگه‌ای که گفتن وابسته دونستن. خب این گزارشاتی بود که من خدمتون تا به الان خواستم اعلام کنم. اما در مورد اعتراضاتی که الان داره توی کشورمون انجام میشه، من فکر کنم که اینجا جای بحث و گفتگو بسیار داریم و همطور این که راجع به اتفاقات بخوایم نظراتمون رو بدیم. من خیلی دوست دارم هر کدوم از دوستان
به هر حال یک ایده، نظر یا یک عقیده‌ای دارن در این مسئله. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بگین، یا حتی اگر در واقع توی شیبه انقلاب یا اون چیزی که به ذهنتون میرسه که میتونه موثرتر باشه یا چه ایراداتی وجود داره و اینکه چرا این حق آزادی و تجمع از مردم گرفته میشه و اینکه چرا کسانی که معترض هستن رو احکامی مثل اعدام براشون صادر میشه با توجه به اینکه ما این حق رو در قانون اساسی خودمون داریم. اگر دوستان نقطه نظری دارن خوشحال میشم که بشنوم ازتون. بله آقای پورمند در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود مجدد. در مورد موضوعی که پرسین، گفتین که چرا مستقیماً قسمت دوم سوالتون که پرسین چرا مستقیماً به این افرادی که به اصطلاح میشه گفت که نمیشه گفت دستگیر شدن، ربوده شدن و الان توی اسارت هستن، مستقیماً بهشون حکم اعدام یا خیلی حکمای سنگین داده میشه که حالا سنگین‌تر از اعدام که دیگه نداریم. این یک دلیل داره، اونم اینه که برای ایجاد رعب و وحشت و اصلا یه سری احکام هستن توی خود اون کسایی که توی قوه قضاییه کار میکنن به اسم حکم وحشت میدن و اینا رو دارن این کار انجام میدن که مخصوصا توی تلویزیون هم نشون میدن که خیلی از افراد ببینن و بگن نگاه کنید اگر این یه سخت آتیش زده اعدامش میکنن منو چی کار میکنن، پس منم بیرون نرم. این یه به اصطلاح دستاویزیه که دیگه نخنما شده و پوسیده، به خاطر همین دیگه کارم نمیکنه. نه 4 تا 40 تا دیگه هم این کارو بهش انجام بدن و بخوان احکامی رو از این قبیل صادر کنن، باز جوونا میان بیرون، چون جوونا مشخصا آگاهیشون به جایی رسیده که میفهمن و فهمیدن که چه خبره و خواستشون چیه و به خاطر همین موضوع هست که دیگه این دستاویزایی که نخنما شده از قدیم که حالا ایجاد رعب و وحشت کنه و حالا یه سری احکام این مدلی بدن دیگه کار نمیکنه. اینو می‌خواستم در تکمیل فرمایش شما بگم، من در خدمتتون هستم. ممنونم آقای پورمند، ممنون، نکته درستی اشاره کردین، ایجاد رعب و وحشت. اما اگر که دوستان یک فیلمی فیلم کنم چند روز پیش منتشر شد که از یکی از، حالا اگه اشتباه نکنم، به هر حال از فرمانده های همین گروه های سرکوبگر بود، حالا بسیج یا سپاه، حالا هرچی من نمیدونم، اما کاملا داشت صحبت از این میکرد که مردم نمیترسن. ببینید ما الان داریم یه قشری که داریم که همون قشر خاکستریه که میگیم و بله میترسن و بیرون نمیان، اما اکثریت اونجور که گفت مثلا که از خونه ها اتو یا وسایل خونه روی سرشون پرت میکنن و اینکه اشاره کرد به اینکه قبلا توی 10 دقیقه میتونستن یه خیابون وقتی معترضین جمع شده بودن معترضین رو متفرق کنن، ولی مثال زد که توی یکی از خیابونای سپهسالار تهران اگه اشتباه نکنم 1 ساعت اینا درگیر بودن با نیروهای معترض چون نمیترسیدن و نمیتونستن متفرقشون کنن. کم کم این ترس داره واقعا از آدما دور میشه و نکته که حالا باز من الان به ذهنم رسید که بگم، چون من دیشب دقیقا میتونم بگم تا ساعت 4-5 صبح توی اسپیسی بودم تو توییتر که تماما از مهاباد میومدن مردم صحبت میکردن اونجا، بسیار مردم شجاعی بودن که من این صحبت رو از یک آقای که 2 تا از پسرهای خودش توی این اعتراضات هستن و حتی خبر نداره که بازداشت شدن یا کشته شدن، گفتش که ما افتخارمون هست که شهید میدیم و این شهید دادن ما نشون دهنده زنده بودن انقلابه. یعنی میگفتش که ترس ما از اینه که شهید ندیم که این انقلاب خاموش نشه. در واقع به هر حال سنگربندی هاشون رو دیدیم، یا دیدیم وقتی خونه هایی که حالا از کسایی که حالا از مزدوران بودن یا هر چیزی که از حکومت بودن خونه هاشون رو که گرفته بودن از وسایل خونه شون سنگربندی کرده بودن،
یعنی به هر حال منظور من اینه که کلن اون ترس داره میریزه و اینکه الان داره فیلماشو منتشر میشه به هر حال تاثیر میذاره توی افرادی که تو شهرهای بزرگ هستن، که حالا همچنان هی فراخوان‌ها داده میشه برای اینکه این افراد مثلا شهرهای بزرگ بلند شن و به حمایت از شهرهای کوچک در بیان و این مسیر رو ادامه بدن تا پیروزی. اما تا ما قبل از جلسه یک بحث کوتاهی هم داشتیم در مورد حمایت ها، در واقع که حالا ما صحبتمون در مورد فوتبالیست ها شد با آقای احمدی خاک، که گفتیم در بحث آزاد میتونیم این رو ادامهش بدیم اگر که دوست داشته باشن دوستان. ببینید صحبت از این هستش که آیا فوتبال سیاسی هست یا نه، یعنی فوتبالیست ها که بخوان در حمایت از این جوی که الان اعتراضات که الان صورت گرفته، آیا اینطور بگیم وظیفه دارن که بخوان حمایت کنن یا صحبتی بکنن در این مورد یا خیر. من فقط به یه موضوع اشاره میکنم که از صحبت‌های خود آقای کریمی، البته بگم آقای علی کریمی در سال 88 در بازی که نمیدونم مال کجا بود دستبند سبز به دستش بسته بود، یعنی اون موقع مال همین حزب آقای موسوی بودن. پس میتونیم بگیم که این حمایتی که از طرف فوتبالیست ها در اون موقع انجام شده میتونه توی این زمان هم اون حمایت رو داشته باشه. و اینکه توی صحبتشون که گفتن که باید الان فوتبالیست های کشور ما سمت خودشون رو مشخص کنن که کدوم سمت میخوان وایسن، سمت درست بخوان وایسن، و اینکه میتونستن یک بیانیه‌ای بدن مبنی بر اینکه برای آزادی دانشجویان یا جوانها و یا جلوگیری کردن از کشتار این بیانیه رو بدن و خواهان این باشن و بگن که تا اونا رو آزاد نکنیم و دست از کشتار بر نداریم ما فوتبال بازی نمی کنیم. حالا آقای احمدی خواب با توجه به این صحبتی که الان من کردم خدمتتون، خواهم بینم شما همچنان نظرتون بر این هست که نباید فوتبال سیاسی باشه، نباید حمایت میکرد از مردم یا خیر. ممنون میشم بشنویم شما. درود مجدد. ببینید این حالا اعتراض قیام انقلابی که در رخ میده شعار داره دیگه، بی‌دلیل نیست. من زن زندگی آزادی. آزادی یعنی چی؟ آیا ما میتونیم یه نفر مجبور به کار کنیم که نقض آزادی؟ من هر کسی رو مجبور به کار کنم آزادیش رو نقض کرد. ما نمیتونیم این آقا چون من برای این هدف حتی اگه درست عزیزم چون ما مجبوری راه من رو برید. طرف میگه نه من آزادم راه شما نمید. چه این که ما شاید بیایی طرف بگه آقا فلان گرایش جنسی بده، خب آزادی نفر داره نقض میکنه. اینم هم هیچ فرقی نداره. ما میایم میگیم آقا جمهوری اسلامی، همونجوری که به شما گفتم قابل جز، جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف سیاسی یا باور ایدئولوژیکیه که حالا درست یا غلط، میگه آقا با اسرائیل بازی نکنید، این نقض حقوق ورزشگاه. حالا ما برای تغییر نظام جمهوری اسلامی که یک فعالیت سیاسیه و یک هدف سیاسیه مثل اون هدف سیاسی که جمهوری اسلامی داره، حالا این احمقانه است، ما درست، ما هم ده هم کار داریم می‌کنیم. ما میگیم ورزشکار از حق خودت بگذر، در ورزش نباش یا ریسک کن موقعیت خود و یا یه اکت سیاسی انجام بده. بریم آزادیش رو نقض می‌کنیم. به نظر من اینه. حالا هر که عقیده داره باز خودشه، چون که من هر کی طرز فکر خودشه. وقتی ما میگیم یه کاری رو می‌خوایم بکنیم با شعار آزادی، نه بعد کاری بکنیم که مثل جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی گفت چی؟ گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلالش هم با اومدن خامنه‌ای با پرواز ایران ایر فرانس مشخص شده استقلال نه. آزادیش هم که بعد 6 ماه یه سال خیلی دیر اعدام کرد. جمهوری اسلامی هم که اصلا معنی نه. الان ما داریم میگیم آزاد، زن زندگی آزادی دیگه. الان ما نمیتونیم بگیم آقا شما آزادید، ولی اون چیزی که ما میگیم، الان چیزی که ما شاهدیم تو این بحثا، تا یه نفری مثل ساسی مانکن یا گوگوش که اصلا رفتی به این جریان و کلا متضاد جمهوری اسلامی فکر می‌کنه، اونا هم میان کنسرت می‌ذارن، مردم میان فوششون میدن، این چه آزادی؟
که همه افراد حتی اگه با ما هم فکرن حق ندارن با زاویه فکر کنن. یعنی هر کی که زاویه داره میشه دشمن رو بیشتر هست. یا هر کی که حتی نمیخواد اکت سیاسی انجام بده میشه بیشتر هست. میشه کسی که مثلا چه میدونم وسط باشه. این اصطلاح چی از خودم دارم؟ نه همش از نقض آزادیه. چون که طرف میتونه کنار باشه. اصلا نمیخواد به سیاست وارد بشه. داره سختی میکشه. تو فقره. نمیخواد درگیر شه. نمیخواد ریسک رو کنه. فعالیت سیاسی تو همه جای دنیا سیاست تعارف نداره. بسیار بالاست. خیلی دوست ندارم وارد مسائل سیاسی. ما چرا میگم انگ بی شرف و چه میدونم وسط وایسادن رو جمله خودمون در میاریم، اصطلاح جدید در میاریم و میذاریم که حرفایی که خودمون زدیم رو نقض کنیم. ما وقتی میگیم یه ورزش و سیاست جدا باشه، این حرفمون اینه که این حرف رو نقض کردیم. چرا ما با خامنه ای چه مشکل داریم؟ حرفایی که میزنه عمل نمیکنه. عمده حرفاش بد نیست ولی عملی توش نیست. عمده مشکل نمیه. نه اینکه بگیم حرف، حالا حرفش آماده شد. بخوای نقد بکنید 40% مزخرفه. و همون 50-60% که به ظاهر خوبه رو عمل نمیکنه. چرا ما بعد همون اشتباه رو تکرار کنیم؟ متشکرم. ممنون آقای احمدی خاص. خب نظر آقای پورمند رو میشنویم. بفرمایید آقای پورمند. خانم بیژن، اگه ممکن است اول خانم محمدی رو بشنویم بعد من صحبت می‌کنم. بسیار عالی، مرسی. خانم محمدی دور بر شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم. به همه شنونده، من یه صحبت کوچیک میخواستم بکنم در مورد اینکه ما، بله، ما نمیتونیم کسی رو اجبار به بالاخره اینکه اجبار کنیم که بله باید شما هم توی تظاهرات ها یا حتی نظری بدید، بله این درست، اما به نظر من هر کسی که توی این دوره داره، حالا هر کی کسی داره یه تظاهراتی یا هر عملی انجام میده که بر ضد نظام هستش، خب مسلماً داره از خیلی از شرایط مادی زندگی خودش داره میزنه، خیلی از خطرها رو داره به جون میخره. ما سالهای سال، خب اینو ما بودیم، به نظر من ما بودیم که فوتبال رو به نظر من ساختیم. و اینکه یک چیزی که هست به نظر من، البته اونها هم به نوبه خودشون، نه وظیفه، ولی خب یک نوع یه عهدی بین اونها، باید این عهد رو با مردم باشن و این یه چیزیه که ما همه باید دست به دست هم بدیم. اجبار نیست، بله میدونم، ولی خب به نظر من اگر که همه با هم نباشیم واقعا موفقیت آمیز نمیشه این تلاش های ما. بله اون دانشجویی که داره تظاهرات میکنه، از تمام زندگیش داره میگذره، سالهاست داره تحصیل میکنه و با یک تظاهرات نه تنها جونش، بلکه حتی اگه جونش هم تو اون لحظه در خطر نباشه یا حتی اگه نمیره، درسش ازش گرفته میشه، تلاشی که تو این سالها کرده از دست داده میشه. به نظر من هیچ فرقی بین یک فوتبالیست و یک دانشجویی که تلاش کرده تا اون به مرحله رسید به اون مرحله رسیده فرق نداره. یک پزشک یک کشور چه فرقی با یک فوتبالیست داره؟ یا ما، به نظر من ما باید در کنار هم باشیم، وگرنه میشه مثل سال 98 و به هر حال نمیشه نتیجه گرفت از این اعمال. البته میگم نمیشه این تظاهرات رو هم اجبار کرد. من در مورد یک شهر کوچیکی توی همدان میخواستم بگم. من تا 3 روز پیش واقعا میدیدم هیچ کسی هیچ تکونی نمیخورد. اصلا انگار نه انگار که الان چند ماهی که ما داریم ما تظاهرات توی کشور داریم و اینها. اما الان 3 روزه که من واقعا دارم میبینم که همه اون شهره که خیلی کوچیکیه، تمام اون شهرکه به اون کوچیکی دارن مبارزه میکنن، توی خیابونا میانن تظاهرات میکنن، چه بسا که خیلی هم گرفته شدن توی این. و من توی این 3 روز چون واقعا خیلی حالم گرفته بود. اما خب ببینید، به نظر من هر کسی متاسفانه داره بهایی رو برای آزادی میده، چه اون فوتبالیست، چه اون پزشک، چه اون بچه 10 ساله‌ای که به نوعی شهید شد. به نظر من هر کدوم از افراد دارن یه بهایی میدن و به نظر من یه وظیفه است به گردن تمام افراد.
چه فوتبالیست، چه انسان معمولی، چه سن بالا، چه سن کوچیک. این بهاییه که ما برای آزادی باید بپردازیم. مرسی از اینکه گوش دادید. ممنون خانم محمدی، متشکرم مشارکتتون. آقای پورمن بشنویم شما رو، بفرمایید. من خواستم یه چیزی رو بگم خدمتتون. اول اینکه تعریف آزادی رو تحریف نکنیمش. آزادی به این معنیه که شما مختاری هر کاری رو که خواستید انجام بدید تا زمانی که به کسی دیگه ای تو جامعه شما آسیب وارد نشود. نمیتونی شما تفنگ بگیری دستت بگی من آزادم تیر بزنم، مجوز دارم، طبق قانون به من یه دونه اسلحه شکاری دارم، به منم جواز شکار دادن و من میتونم شلیک کنم، حالا لوله تفنگم رو دوست دارم رو به تو بگیرم، من آزادم. اصلا اینطور نیست. پس خواهشی که دارم اینه که معنی آزادی رو ما تحریف نکنیم. و این یه مطلب دیگه بود راجع به سیاست فرمودم. سیاست عملکرد اجتماعی هر فردیه یا هر گروهیه، عملکرده. هیچ ربطی به این نداره که من حتما باید برم توی مجلس بشینم یا توی پارلمان باشم یا یه فردی باشم که توی عضو پارلمان تو جایی باشم که بخوام برم رأی بدم یا جزء یه پارتایی باشم یا بخوام کاری رو انجام بدم. خیر، هر فردی به تنهایی برای زندگی خودش، برای دیسیپلین فردی خودش یه سری سیاست داره. من سیاستم اینه که با آدمی که مثلا نمیدونم سیگار میکشه رفت آمد نمی کنم. یه مثاله، این دیسیپلین فردی منه، این یه سیاسته. من نمیتونم بگم من سیاسی نیستم. تمام این قضايا کوچیک به کوچیک جمع میشه و در مقیاس بزرگ میشه همون چیزی که الان ما داریم میبینیم. و من وقتی که توی یه جامعه هستم، عضوی هستم، تمام نگاه ها، تمام رفتار ها طبق اون نظام اجتماعی حاکم بر اون جامعه که نظام اون سیاسیه با تفکر سیاسی من داره پیش میره. خب وقتی الان من دارم میبینم یه چیز ساده ایه، الان خشونت رو دارم میبینم، مثل یه جلسه دو سه جلسه قبل بود آقای پرویزی میگفتن نمیدونم خشونت، نمیدونم چرا کی فوش میده فلان، نمیدونم. گفتم بابا شما هر موقع رفتی کف خیابون فوش ندن. من نمیتونم از اینجا نسخه بپیچم برای کسی که کف خیابونه، کسی که اونجاست، نمیتونم بشینم اونو تحلیلش کنم. شما سطح نگرانی، سطح ریسک زندگی اون هیچ چیزشو نمیدونی، بعد نشسته میگه من فوش نده یا مثلا خوب نیست. این اصلا من نمیتونم حذفش کنم، چون پذیرفته نیست. کسی که توی اون شرایط نیست و توی شرایط امنیه، دسترسی به همه چی داره، امنیت داره، شرکت نمیکنه. من چندین بار شنیدم و حتی خود آقای شفایی هم یه صحبتی یه بار کرد، کاش که بودشون آقای شفایی هم. میگفت من تظاهرات ها و اون اعتراضات رو شرکت نمیکنم چون که هر موقع میرم یه پرچم بالای سرم ببینم. این دلیل نیست. شما میتونی بری به پرچم اعتقاد نداری کنار را برو، به پرچمی که اعتقاد داری چه میدونم شیر خورشید وسط شه بگیر ببر کنار. مجاهد اون کار خودش میکنه، اون هر کسی یه مدله. ولی من باید حضور پیدا کنم توی تجمع و باید داشته باشم این قضیه رو که من اعتراض دارم نسبت به من فردی. همین تک نفره ها میشن 100,000 نفر تو برلین، همین تک نفره ها میشن 50,000 نفر تو تورنتو و و و و و. خب من نمیتونم بیام بگم نیست. حالا هر چی، ببخشید من یکم صحبتم طولانی میشه خانم بیرجند، یه دقیقه دیگه من تمومش میکنم. و هر چی که اون منیت طرف، یعنی اون وجهه اجتماعیش بیشتر باشه، مثلا طرف یه آرایشگر معروفه، طرف یه بازیگر معروفه، طرف یه هنرمند معروفه یا هر چیزیه، یا یه فوتبالیست معروفه، این وظیفه اجتماعی سنگین تر میشه. چرا؟ چون توقعی که ازش میره باعث باید باشه که این توقع اینه که باعث میشه اون طرف تصمیم گیری صحیح بکنه نسبت به موازی که الان تو کشور وجود داره. یه موازی وجود داره که الان مردم هستن، حقیقتیه که دارن کشته میشن، شما میبینید تو مهاباد، نمیدونم فلان، اینجوریه اونجوریه و همه اینا رو که همه میدونیم. یه موضعی هم که الان نشستن میگن ما خوبیم، همه چی کار دشمنه. خب ما چه دشمنی داریم آخه؟ به جز اینا کی اومده تو کشور؟ کسی نیست. بعد
این یه جمله دیگه اومد وسط که گفتم ما وسط باز نداریم و وسط نیست و اصلا ما وسط یعنی چی اختراع شده؟ نه، اتفاقا چیزی وجود داره به اسم قشر خاکستری که دیگه خاکستریشون گذشته دیگه، دوشا شده قهوه‌ای میشن شده دیگه. اینا دارن وارد مسیری میشن که با سکوتشون دارن مهر تایید میزنن به رفتار وحشیگری. مثل این میمونه که یه جا، خیلی مثال ساده ای رو بزنم، یه جا جر هست، دعوا هست، سه نفر دارن همدیگر میزنن، یه نفر چهارمی وارد میشه و مثل نگاه اینا میتونه توانایی رو داره که مداخله کنه و از کتک خوردن و از کشتار جلوگیری کنه، بعد وایس نگاه کنه بگه خب حالا من که کاری ندارم، که من که چیزی نیستم، که من که سیاسی نیستم، من که چیزی نیستم، من وسطم نیستم، ولی کاری ندارم به سیاست، خطرناکه. یه مثالی رو که جاد میزد خیلی قشنگ بود، میگفت که راجب شرکت چیز ابراروان، میگفت که شرکت ابراروان میگه ما فقط تجهیزات فروختیم برای فیلترینگ، ما که کاری نکردیم. بعد خود جاد تو همون ویدیوش یه مثال جالب میزد، میگفت که مثل این میمونه که شما یه مغازه دارید، مغازه سلاح سرد فروشیه، خب اشکال هم نداره، شما سلاح سرد میفروشید، مجوز هم دارید، یه نفر وارد مغازتون میشه، یقه یه نفر رو گرفته، چشمش پر خون خشم همه وجودش رو گرفته، میگه یه چاقو به من بفروش، سری به من یه چاقو بده. شما به یه چاقو میدی بهش، پولش رو میگیری، میگه من چاقو فروختم، من کاری نکردم. که نه دیگه، اینجا نقش انسانی شما باید بیاد وسط، که شما میدونی اون طرف الان میخواد اینو بکشه، نباید بهش بدی، باید آرومش کنی. و این هست تفاوت بین دیدگاهی که الان وجود داره نسبت به اون افرادی که هستن توی جامعه یکم بولد هستن، مثل حالا فوتبالیست، بازیگر، حالا هر چیز دیگه‌ای، و افراد عادی که مثل من و شما که میتونیم یه سری کارهای کوچیکتری رو انجام بده، ولی باید انجام بشه. ممنون که وقت دادید. مرسی آقای پورمن. جناب منفرد شما رو بشنویم، بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. با احترام به نظرات دوستان، باید عرض کنم که نظر بنده به نظر آقای احمدی خان نزدیکتره، از این بابت که ما خواه یا ناخواه، بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، ما به عنوان فعال حقوق بشر شناخته میشیم. و فعال حقوق بشر از منیت، از اینکه بخواد نظرش رو به کسی ارائه بده و بخواد نظر خودش رو بقبولونه، کاملا متفاوته. اگر بخوایم نگاه کنیم، ما هم بخوایم مثل انقلاب 57 همه احزاب و گروه ها رو کنار بزنیم، بگیم فقط یک حزب هست، اونم حزب جمهوری اسلامی، حزب الله یا هر چیزی که اسمش رو بخوایم بزنیم، دقیقا میشه همون دیکتاتوری. دموکراسی وجود نداره. هر چیزی که هر کس توی ایران آگاه باید بشه و بر اساس اون آگاهیش انتخاب کنه که آره، آیا میخواد با انقلاب همراه بشه یا نه. هر گونه فشار از ارزش اون آزادی و اون دموکراسی که میخواد بعد اتفاق بیفته میکنه. ما نمیتونیم بگیم آقای فوتبالیست، بنده خودم به شخصه از اینکه فوتبالیستای ما کم رنگتر شدن و اون رفتاری که قبلش انجام میدادن دل آزرده هستم، ولی به هیچ عنوان نمیتونم بگم آقای فوتبالیست اجبارا شما باید اینجور کنید. این اجبار چه فایده؟ این یک رفتار انسانی نیست. ولی که وقتی اون فوتبالیست با تمایل شخصی خودش بیاد رفتاری رو که قوت قلبی به دیگران و دیگر مردم بده، اون ارزشمنده و اونجاست که اون زن زندگی آزادی، که آزادی که همه به عنوان یک قله افتخاری بهش نگاه میکنن، اون موقع ارزشمند میشه. پس سعی کنیم بر چرخه خشونت نپیبندیم و نخواهیم چرخه خشونت رو حرکتش رو تسهیل کنیم. ما بیشک از هر دو طرفی که داره کشته میشه، چه اونی که لباس نظامی پوشیده داره کشته میشه، چه اونی که مردم بیدفاع هستن، هر دو از جامعه ما برخواستن. این تقابلی که الان داره اتفاق میفته، از هر دو گروه در مقابل هم قرار گرفتن، همه از جامعه ما هستن، فقط متاسفانه سیاست داره اونا رو در مقابل هم قرار میده و کشته هایی رو افزایش میده. آگاهی رو ایجاد کنیم،
و احترام بذاریم، هرچند اون نظر مخالف نظر من باشه. بیشک در بستر آگاهی ما میتونیم یک جامعه آگاه و جامعه رو به پیشرفت و جامعه آزاده رو داشته باشیم. ممنون از اینکه وقت به من دادید. سپاس از شما جناب منفرد. آقای احمدی خواب بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد. ببینید دوستان، حرفای قشنگی داره، حرفای قشنگ غیر قابل کتمان، ولی وقتی ما بحث میکنیم ما یه سری تعاریف بین‌المللی داریم، یه تعاریف واقعی داریم که نمیتونیم، چون که من حرفم قشنگه اون تعاریف معنی نداره. مثلا آزادی یعنی، یعنی که من حق انتخاب داشته باشم بدون اینکه تنبیه یا تهدیدی بشم، یعنی یه یایی داشته باشم. من الان باید بتونم مثلا شراب بخورم، آبم بخورم، شراب بخورم جرم نباشه، آبم بخورم جرم نباشه، این میشه آزادیه و یعنی غیره این که نمیشه. دوست اون میگه آقای پورمن میگه آقا تضییع حقوق دیگران هم نشه، آزادی تا وقتی که تضییع حقوق دیگران نشه. خب این الان تضییع حقوق دیگه، من میام فشار بیارم یه نفر که 30 سال فوتبال حرفه‌ای بازی کرده که ببخشید اصطلاحش زره بده، پدر جدش در اومده که برسه در اون کیفیت، بیام آقا تو از جام جهانی بگذر، از فوایدش بگذر. خب ضرر واسه موزه طرف دیگه، خودشون نشون داره میگه آقا باعث ضرر کسی نشه، آزادی نباید باعث ضرر کسی نشه. شما همه حرفایی که زدید متضاد با واقعیت. ببینید در هروئین مثلا یا تجربات مواد اعتیادآور ضرر داره، این از نظر علمی از نظر همه چی ثابت شده، ولی در یک کشوری مثل هلند میگن آ آزاد، امکاناتش هم میدن، سرنگش هم میدن که بقیه رو آلوده نکن. این برای چیه؟ برای اینکه یک کشور آزاده، یعنی یه نفری که داره کاملا یه چیزی که از نظر علمی ثابت شده رو داره انجام میده، دولت هم امکاناتش میده به بقیه ضربه نخوره، این یعنی آزادی. ما اول بفهمیم آزادی چیه، اول بفهمیم که بعد باز هم دیگه قائل بشیم، یا باز خودمون حداقل انتظار داشته باشیم. نمیشه من بیام با چارچوب بذارم، من تا اون یاره نذاشته باشین که نمیتونی بگی آزاده. شما میگی وسط باز داره، نه طرف نمیخواد وارد سیاست شه، میگه اجباره، طرف میخواد سختی بکشه، داره مواد رو میگم دیگه، مواد داره ضرر، دوست داره مواد بکشه ضربه بزنه بعدش، پس میتونه مواد بکشه از دید کشوری که آزاده. طرف میخواد حکومت آخوندی بالا سرش بشه، نون شب هم نداشته باشه، ولی بهش وارد سیاست نشه، این معنی آزادیه. حالا شاید بد باشه و حداقل پس ما صحبت از آزادی نکنیم، بگیم این نوع رفتار رو ما میخوایم، نه آزادی. آزادی خیلی گسترش داره. یه جا میان ایشون آقای شفیعی رو شفایی رو نقد میکنه. اولی که به قول معروف میگن تا پا کفش کسی رو نرفتی درباره صحبت نکن، درباره مشکلش درباره حرف چیه. اولی که 20 سال ما جلوتر آقای شفایی خیلی چیزا رو دیده که ما ندیدیم، بالاخره بنیانگذار اینجا بوده، خیلی چیزای مسئله حقوقی. حرفی که میزنه به نظرم خیلی قشنگه آقای شفایی. وقتی من تفکری قبول ندارم نباید برم باشون جمع شدم با تفکراتی که متضاد به نظرم خارج از عقله. من نمیتونم ملی‌گرا باشم با کسی و یا پرچمی که مدعی تجزیه طلبی رسمی کشور ایرانه برم تظاهرات کنم، این خیلی خنده داره. مثل این که من میگم طرف بعد حقوق بشر رو قبول داشته باشه، بعد برم مثلا بغلم خامنه‌ای هم وایس، پرچم جمهوری اسلامی باشه، پرچم مثلا حقوق بشر در ایران هم باشه، مثلا نمیشه کنار هم جمع اجداد. من مثلا بگم آقا به بهداشت رعایت بکنم، بعد یه نفر کسی سال یه بارم دوش نمیگیرم باش برم بیام، نمیشه. این همش تضاده، یعنی کار آقای شفایی به نظرم کاملا مورد تایید. اول باید با کسایی تظاهرات بکنی که حداقل افکارشون نزدیک هم باشه یا نه کاملا ضد هم نباشه. نمیشه یه ملی‌گرا یا یک سلطنت طلب دوباره کنار کسی وایسه که مثلا یا سوسیالیسم، چه میدونم، میاد مثلا یا تجزیه طلبی، اصلا خیلی متضاد. با نمیگم ایراد داره، هر کدوم راه خودشون رو به دلیل خودشون انتخاب کردن، همون آزادی است، ولی میشه کنار یه چیزی وایسی که متضادش. از اونم میگن مثلا این خانم فرمودن که آقا تو یه محله اینجوری نبودن مردم الان شد. خب مردم آگاه میشن، حق انتخاب دارن، الان میرم دو روز دیگه نمیرم، آیا بعد فردا اگه نرفتم بهشون خورده بگیریم بگیم آقا چرا نرفتی، دیگه نخواست ادامه بده؟ این مشکل اینه که باور و قبول آزادی چیزی بوده که سال 57 علیکی انداخت تو ذهن مردم انجام نشد و بعد از 20 روز شکست، بعد 20-25 روز برای حجاب شکست خود. چرا؟ حداقل یک ماه وای نستادن، مردم خودشون انتخاب.
متشکر، طولانی شد، متشکرم. ممنونم آقای احمدی خان. خب دوستان، منم نظر خودم رو اینجا میگم به شما. صحبت منم اصلا این نیستش که کسی رو به اجبار بخوایم بگیم که باید کاری رو انجام بده، اما در مورد یه قشر خاص مثل سلبریتی ها، مثل فوتبالیست ها، مثل افرادی که مردمی هستن و مردم در واقع بالا آوردنشون، مردم ازشون حمایت کردن. ببینید مثلا یه هنرپیشه فیلم بازی میکنه برای کی؟ یه فوتبالیست میره فوتبال بازی میکنه برای کی؟ برای مردم اون کشور دیگه. پس توی همچین موقعیتی، حالا صحبتی که آقای منفردم فرمودن برای حتی جلوگیری کردن از همون چرخه خشونتی که پیش اومده، این کمترین انتظار همین مردمی که این افراد رو بالا بردن و بهشون بها دادن و یک حالا تیم ملی یا یک سلبریتی ملی یا حالا هر چیزی که بخوایم اسمشون رو بذاریم، این کمترین انتظاره که به خاطر کشتار بچه های کم سن و سال حداقل یه واکنشی نشون میدادن. حرفای شما درسته آقای احمدی خواه و بقیه دوستان، اما بعضی جاها باید یه سری نکته ها رو بهش توجه کنیم. ببینید با توجه به کشتار کودکانی که شکل گرفته، من بیشتر تاکیدم رو این قضیه است، به نظرتون اون عکسایی که ازشون منتشر شد، کیک بریدن یا اون شادی که دارن نشون میدن در صورتی که کشورشون عزاداره، مردمشون عزادارن، من دارم میگم، نمیگم بیان اونا تظاهرات کنن، نه هیچ کدوم، حداقل یک واکنش درستی در مقابل همین مردمی که طرفدارشونن یا دنبال کننده اون تیم هم میتونن داشته باشن. این کمترین کاریه که یک سلبریتی در واقع میتونه انجام بده، یک کسی که از طرف مردم بالا اومده. و توی این دور زمانه، توی این شرایط، توی این اتفاقات، من فکر میکنم واقعا غم بزرگی هممون داریم، این واقعا انکارناپذیره. توی این شرایط من فکر نمیکنم کسی واقعا الان براش فوتبال و بسکتبال و نمیدونم تئاتر و سینما اهمیت داشته باشه. الان همه به فکر اینن که شرایط کشور درست بشه، این کشتار تموم بشه، این قتل عام بچه هامون. بفرمایید آقای احمدی خان. دوباره سلام عرض می‌کنم. ببین خانم بیرجندی، ببین این که شما میگی که خب منم قبول دارم، ببین شرایط جامعه بد، قبول دارم، وحشتناک هستم، بعدم که ببین من یه مثال ساده میزنم بعد میرم بقیه صحبت. الان من میام مثلا نزدیک محل شما رد میشم، شما رو میبینم، سلام علیکم میکنم، شما تعارف کنید بیا یه چای بخوریم با هم. من میام منزل شما، شما لطف کنید منو راه میدین چای میخوریم. من نهار نخوردم، من انتظارم ساعت نهاری شما منو تعارف کنید یه نهار میگردید، ولی وظیفت نیست. ببین انتظار بله، مردم به حق یه انتظاری دارن، ولی اجبارش به حق انتخاب بدی، شاید یارو نخواست. ببین درسته کیک نباید ببرن، ولی حرف ما از کجا شروع شد قبل از جلسه؟ ببین مشخص بشه چرا من اینو گفتم. مردم ایران به قول شما رفتی تو فلان پروفایل فلان بازیگر، فلان این استای یه بازیگر، بازیکن فوتبال انگلیس، 25,000 نفر زده تیم ملی ایران حرف نمیشت. من اصلا بحثم از اونجا شروع شد. من میگم ملت ما چرا آگاه نمیشن. من میام کامنت میذارم برای علیه کشورم، درست یا نادرست، کجا کجاش خیلی مهمه. کشوری که هرات و بصره و بحرین رو تو 150 سال اخیر از ایران جدا کرد، اون بازیکن اصلا لیاقت اینو داره که من برم ضد کشورم در رو بنویسم؟ کشوری که ببین ما الان چند نفر توی اتاقیم؟ 10 نفر. ما 10 نفر هر کدوم از نظر آماری حساب بکنی، یک مادر بزرگ یا یک پدر بزرگ 100 سال اخیر در جنگ جهانی اول فدای سر سیستم سلطنتی انگلیس شد. برای اینکه اینا بتونن تو جنگ پیروز بشن، جنگ جهانی اول اومدن ورود قلعه رو به ایران تحریم کردن، هرچند قلعه بود بالا قیمت خریدن. یک واقعیت تاریخی است، یک واقعیت وحشتناک. من چطور میشه که یک مادر بزرگ یا یک پدر بزرگ که من دست داده باشم و بیام برم کامنت بذارم زیر فوتبال بازیکن فوتبال انگلیس؟
من چطور میشه که بدونم بحرین و هرات و بصره رو انگلیس از کشور ما در آورده بعد برم کامنت بذارم؟ من چطور میشه که عمده آدما میگن آقا آخوندا رو انگلیس آورده باز برم کامنت زیر بازیکن فوتبال انگلیس بذارم؟ مثلا مشکلی که در انقلاب 59 بود به نظر من شاید ناگاهی و بیسوادی مردم، ولی عمده مشکلی که در انقلاب اخیر داره رخ میده، ببخشید چه هم دوستان ناراحت شد، توهم داناییه. مردم فکر میکنن دانا. آخه من برم کامنت بذارم زیر کسی که پسیج باز ما ارزش قائل نیست؟ تو مسابقات فوتبالشون سالی نیست 4-5 بار 10-15 بار با تمام قوانین سخیرانهی که دارن حرکات نجات پرستاره میشه، بعد من میام بزنم زیر نمیشه مثلا اون کی اون بیاد مثلا واسه من دلسوزی نجات چیز بکنه حقوق بشری بکنه؟ آخه یعنی چی؟ من حرفم از اونجا شد. حالا نمیدونم دوستان هر کنون، به من خودم به آزادی کاملا عقیده دارم، دوستان هر چقدر دوست دارم برن کامنت بذارم، ولی من دارم نظرم، ولی میگم آدم کاری بکنه که چارچوبش با هم بخوره. من نرم تو تظاهرات زیر نظر زیر پرچم کسی که تجزیه طلبی یه قسمت کشور میکنه بکنه در کنار و وایسم تظاهرات کنم، دلم خوش بشه که مثلا من ملی گرام، البته اگه کسی ملی گراست من از این نظر، یا من برم میگم من طرفدار شاهنشاهی ام، بعد برم کنار توده ای وایسم که اصلا به شاهنشاهی اعتقاد ندارم. اینا خیلی تضادهای عمیق بنیادی داره، نمیدونم مردم چرا فکر نمیکنه. متشکرم. ممنون آقای احمدی. خب فقط من یه توضیح بدم، علیه تیم ملی کسی نرفته بود بنویسه. من نوشته هایی که خوندم یکی آمار کشته شده های کودکمون رو هشتگ کرده بودن و یکی اینم که صدای ما باشید. این دقیقا این جمله بود که اکثریتشون به همین کوتاهی نوشته بودن. خب با این حرف شما باز من به یه مسئله دیگه در واقع توجه میکنم، اونم اینه که اگه ما بخوایم اینجوری در نظر بگیریم انگلیس، آمریکا، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگه، آلمان از جمله آلمان، چه تو جنگ جهانی، چه بعدش، چه زمان انقلاب، هر جوری بخوایم فکر بکنیم، اینا کارهایی در حق کشور ما کردن که واقعا الان مطرحش میتونیم بکنیم. بگیم آلمان از بمب شیمیاییش، نمیدونم فرانسه از آوردن خمینی، انگلیسش، آمریکاش یا هر چی، در حال تو این قضیه خیلی دخالت داشتن و خیلی کار کردن. اما با این صحبت شما من فکر میکنم که حتی تجمعات ایرانیای خارج از کشور، درخواست حمایت از دولت‌های خارجی، حمایت نه به حمایت این که بیان اسلحه بدن یا نمیدونم بیان جنگ کنن یا این چیزا، نه، اما از این که فشار بین المللی به ایران وارد بشه، بیشتر تنگتر کنن این در واقع مسیر رو برای اونا توی این کشتاری که دارن انجام میدن. و خب اینا همه با این صحبتی که شما میگین میره زیر سوال. پس ما چرا داریم این کار رو توی کشور آلمان، توی آمریکا، توی کانادا، توی انگلیس، توی فرانسه؟ چرا مثلا کسانی مثل حالا مسی علی نژاد یا دختر خانم فامیلشون رو فراموش کردم که کشته شدن، میرن مثلا با رئیس جمهور فرانسه صحبت میکنن که انقلاب ایران رو حمایت کنن؟ خب فرانسه که خودش بزرگترینه، مگه فرانسه همین 2 ماه پیش با رئیسی دست ندادن توی سازمان ملل؟ پس نمیشه اینجوری هم بخوایم بگیم. من صحبتم هم این بود که بازیکنای فوتبال که ما میگیم قرار بود یه حرکت نمادینی انجام بدن. خب مردم انتظار داشتن فوتبالیستای خودشون این حرکت نمادین انجام بدن. حالا اونا امتنان کردن از این کار. اونا از اونا درخواست کردن. این دیگه درخواست مردمه، در واقع ما کاری نیستیم اینجا، این چیزی که خودشون خواستن. بفرمایید آقای احمدی. ببینید تکراری میشه، ولی خب خودتون الان خودتون جواب خودتون دادید. ما زمان شاه هم کار کردم، کم با روشن فکر نداشتیم که بلند شاید رفتم فرانسه، از فرانسه درخواست شهرزاده میکنه درخواست شهرزاده. ما داریم دقیقا با علم و آگاهی که داری داریم همون کار رو. مگه زمان شاه کم کردن؟ مگه خنده‌دار آخه ما یه میبینه؟ من نمیدونم مردم یا حافظه ندارن یا خسته شدن خیلی از جمهوری اسلامی، از جنایتش نمیخوان تمرکز کنم. ببین انقلاب 50 خیلی دور نیست. در انقلاب 50 داریوش میاد کلی ترانه میخونه ضد شاه، گوگوش میاد ترانه چه میدونم چی بود
آقا تو بزرگی آقا چی میخونه در مهد خامنه‌ای، در مهد همچین آدم جنایتکاری، بعد همونا میان اپوزیسیون میشن. مثلا خیلی خنده داره، همونا میان میگن آقا اینایی که ما آوردیم جنایتکار. خب داره همش تکرار میشه. نمیگم که الان مثلا مسئولیت داره جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی خوبه تطهیر بشه، ولی خیلی تابلو دوباره تکرار میشه. یعنی ما زمان 57 اومدی گفتی فرانسه بیا کمکمون، اومدم پناهنده شدم فرانسه، چی شد؟ بدتر شد دیگه. حداقل میگم مردم برن به سمتی که خودشون فکر کنن و خودشون بخون. مگه الان مثلا تحریم میشه چی میشه؟ مطمئن باش نفت ایران رو فقط ارزان‌تر میکنه، هیچی نمیشه، دارن ارزان‌تر به نفع خودشون دارن کشش. حالا تا وقتی یه جایگزین باصرفه تر پیدا نکنن، وقتی شما از یکی کمک میخواین اینجوری میشه، حتما یکی از یکی کمک میخواد وایم سم ببینم خب کی میاد بیشتر به من خیر برسه دیگه. وقتی دولت جمهوری اسلامی کمک میکنه به اینا، سیاستای نمیره جلو و منافع مالی داره واسهشون، وای میشن تا یکی بهتر گیر بیاره بعد اونو پروموت میکنه. بزرگ کردن یه فرد هم کاری نداره با اون. خیلی راحت. متشکرم. ممنون آقای احمدی خواه، مرسی از نظراتتون. دوستان اگر که در پی صحبت هایی که شده نظراتی دارن، خوشحال میشم که صحبت کنم و بشنویم شما رو. بله آقای پورمن بفرمایید. خواهش میکنم. یه نکته کوچولو من بگم خدمتتون. اول اینکه در مورد صحبتی که من کردم راجع به آقای شفایی، آقای شفایی اگر که شما میفهمید 20 تا جلوتر هستن، شاید از شما جلوتر باشن، از شما نوعی با اون دیدی که خودتون دارید. من اعتقاد ندارم که 20 تا جلوتر از خیلی ها هستن. این اشتباه طرز تفکر، چون همونجور که الان داریم میبینیم تمام کسا و دوستانی که الان تو ایران هستن دارن مبارزه میکنن، شعارهایی که میدن، نوع دیدگاهی که دارن و نوع منش سیاسی که دارن، با این که وجود سن کمی دارن، خیلی هم به قول معروفش میگن دهه 80 ها، خیلی ها دید سیاسیشون خیلی عمیق‌تر و خیلی منطقشون روشن‌تر از دهه 50 و 60 است. پس ملاک بر این نیستش که شما چند سالتونه، ملاک بر اینه که شما الان تو وضعیت فعلی چقدر فلکسیبل هستی و چقدر دانش داره که بخواد طرف ارائه بده. این خیلی مهمه. این یه نکته است. یه نکته دیگه بود که شما گفتید، میگید که بله آزادی اینه که اگر اما نداشته باشه و این بعدش هیچ شرطی و یایی نیاد. قبول، هیچ و یا شاید یا یایی بعدش نمیاد. اون فوتبالیست 20 سال زحمت کشیده، آفرین، ورزش کرده، اصلا هیچ مردمی هم کمکش نکردن، کاملا شخصی ورزش کرده، تو زمین خاکی هم دویده، همه اینا رو هم من قبول دارم از شما. ولی وقتی که میرسه به یه نقطه‌ای که یه کمی از توی جامعه پاتون میذارید عقب‌تر و جامعه رو به صورت یک بدنه کلی میبینید، وقتی یک فردی توی این جامعه هست که از بقیه افراد بولتره، به قول خانم بیرجندی فرمودن گفتن سلبریتی هستن، حالا میکنی مشهورن، شناخته شده هستن، حالا به واسطه شغلشون، هنرشون یا ورزششون یا حالا به واسطه اون سیاستی که دارن یا هر چیز دیگه، از اینها که چشمهای زیادی به سمتشون هست توقع بیشتری میره که با تفکر بیشتری رفتار کنن. هیچ کس به این موافق نیست که خودشو بندازه جلوی گلوله و بکشه. نه، من کاملا مخالفم. نمیخواد، منم اتفاقا با حرف شما موافقم که شما میگه همه که نباید برن بیرون. منم همین رو از روز اول میگم، همه نباید برن بیرون، همه نباید شرکت کنن، ولی هر کس به نوبه خودش باید نگاه کنه، فکر کنه و کاری رو که میتونه انجام بده. حالا یا بر او بر وفق مراد مردمه یا نه، یا بگه اصلا من نگاه میکنم چیزی توش نمیبینم، آقا اصلا توش هیچی نیست، کاری انجام نمیدم. ولی همینی که نگاه میکنه و این فکر بکنه دیگه خودش برای من کافیه. میگم این طرف وادار به تفکر شده، میرسه به اون آگاهی که شما دارید ازش صحبت میکنید. ولی وقتی که یه نفر بولد هست تو جامعه، یه نفر که یه مقداری سرشناس‌تر هست، کارخونه داره، چه میدونم، حالا الان بحث فوتبالیسته، وقتی که نگاهش میکنن طرف استوریشو نمیدونم نیشش بازه، میخنده، داره این کارها رو انجام میده، اینا کارهای طبیعی نیست، اینا کارهای طبیعی نیست. میخوای فوتبال بازی کنی، مردم اوکراین هم دیدی که وایرال شده بود، کاپیتان تیم ملی اوکراین مثل بچه 2 ساله داشت عشق میریخت و تعریف میکرد از کشته شدن زن و کودک و نمیدونم چی تو جنگ. این نمونه نرمال، آقا نمیخوای گریه هم نکن، اوکی، ولی نرمال رفتار کن.
نه که به سخره بگیر کشته شدن و نه که به سخره بگیره که مثلا این همه آدمی که الان تو خیابون هستن و بلند شه بگه خب خبری که نیست، من اطلاعی ندارم. این هست که مثلا و الا هر کسی همون چیزی که گفتین، هر کسی مختاره که هر کاری میخواد بکنه، ولی اون اختیارش تا چه حدیه؟ تا حدیه که به شما آسیب برسونه که اونجا نشستی، من بیام به شما حمله کنم، شخصیت شما رو خورد کنم، به شخصیت شما توهین کنم. چرا؟ چون که آزادی بیان دارم؟ اصلا همچیزی نیست. یعنی به نظر من همچیزی اصلا اشتباهه، همچیزی اسمش آزادی نیست. این تعریف من بود از این قضیه و برداشتم. ممنون. مرسی آقای پورمند عزیز. خب بالاخره به خاطر اینکه نخواهیم بحثمونم پینگ پونگی بشه، در واقع این موضوع رو اینجا پایان میدیم بهش. و اگر دوستان نظر دیگه ای دارن میتونن الان صحبت کنن، خوشحال میشیم بشنویم نظراتشون رو. در غیر این صورت جلسه رو به اتمام میرسونیم و من خدمت عزیزان اعلام میکنم که در این جلسه که در 20 نوامبر 2022 برگزار شد، منشی جلسه آقای سیاوش نوروزی بودند، ضبط صدا آقای احسان احمدی خواه و آقای سعید پورمند و ادمین هم جناب آقای عباس منفرد بودن که در خدمتشون بودیم. موضوع بحث آزادمون هم حق آزادی و تجمع، حق آزادی تجمع و حق خواهی بود که در انتهای صحبت من فقط میتونم بگم که بزرگترین در واقع این پیروزی نصیب همه مردم ایران زمانی میشه که همه به اون اتحاد کامل و کافی برسن. با امید پیروزی کشور عزیزمون ایران، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.